انجمن قلم در شهرهای سیدنی، ملبورن و پرت استرالیا که انجمن قلم استرالیا را تشکیل می‌دهند، در یک کمپین سراسری از آقایان رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین و کیوان باژن اعضای کانون نویسندگان ایران حمایت کردند و از اعضای خود خواستند با ارسال نامه به مقامات رژیم اسلامی ایران نسبت به صدور احکام زندان برای آنان اعتراض کنند. چند هفته قبل با درخواست انجمن قلم استرالیا، آقای مارک آیزاکس، پرزیدنت انجمن قلم سیدنی، با آقایان رضا خندان مهابادی و بکتاش آبتین از طریق تلفن به گفتگو پرداختند و وضعیت نویسندگان و هنرمندان در ایران، سانسور و اعمال فشار بر آنان را مورد بحث قرار دادند. در این گفتگو رضا خندان و بکتاش آبتین خلاصه ای از تاریخچه کانون نویسندگان ایران را یادآور شدند. سپس به فشار، آزار، تعقیب، پرونده سازی، بازداشت و حبس و قتل نویسندگان، شاعران و روشنفکران در حاکمیت اسلامی ایران پرداختند. به دنبال آن وضعیت پرونده های خود را توضیح دادند. در خاتمه این گفتگو طرفین بر ادامه و تحکیم روابط متقابل تاکید کردند. لازم به یادآوری است که آقایان رضا خندان و بکتاش آبتین در این نشست و گفتگوی تلفنی به نمایندگی از سوی کانون نویسندگان ایران شرکت نکرده بودند. در پی این نشست انجمن قلم سیدنی دیروز دوشنبه 15 ماه جون 2020 برابر با 26 خرداد ماه 1399 کمپین حمایتی خود از آقایان کیوان باژن، بکتاش آبتین و رضا خندان مهابادی آغاز کرد. در این کمپین انجمن قلم استرالیا از اعضای خود خواسته است تا با ارسال نامه به مقامات رژیم اسلامی ایران از طریق سفیر رژیم در کمبرا سانسور و اعمال فشار بر نویسندگان و هنرمندان را متوقف و احکام ناعادلانه علیه نویسندگان و در این مورد بخصوص علیه کیوان باژن، بکتاش آبتین و رضا خندان مهابادی لغو شود. لازم به ذکر است که انجمن قلم بین‌الملل نیز هفته گذشته یک کمپین حمایتی از این سه نویسنده ایرانی را آغاز کرد. به نظر می‌رسد به زودی این اقدام به سایر کشورها در اروپا و آمریکا تعمیم یابد و کمپین‌های مشابهی از سوی انجمن قلم در سایر کشورها نیز به همین منظور اعلام شود. توجه شما را به شنیدن بخش هایی از گفتگوی میان آقای مارک آیزاکس، پرزیدنت انجمن قلم سیدنی و آقای رضا خندان و بکتاش آبتین جلب می کنم. My name is Mark Isaacs. I'm a writer from Australia. I'm the president of the Pen Sydney, associate of Pen International. And I've been writing about kind of conflict and displacement for the past close to a decade. My first book I published was about was a whistleblower account of what happens in the Australian-run detention centres or prisons for refugees on Nauru, which included Iranian refugees. And I've since travelled to Iran, Afghanistan, and written a book about the peace movement in Afghanistan. So, من هم سلام کنم ابتدا به شما و آقای مارک و تشکر میکنم از حضورشون در این گفتگو. من رضا خندان هستم، عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران، مشخصا منتقد ادبی و پژوهشگر فرهنگ عامه هستم. حدود 22 سالی هست که در کانون نویسندگان که یک تشکل مستقل نویسندگان هست که حالا البته من توضیح خواهم داد بعد فعالیتش رو، عضو این مجموعه هستم و در زمینه این فعالیت این تشکل هم در زمینه آزادی بیان و حقوق نویسندگان. من هم خوشحالم که با آقای رضایی عزیز و آقای مارک در این گفتگو حضور دارم. من بکتاش آبتین، عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران، شاعر و فیلمساز و 4 دوره عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران بودم. حالا در ادامه بیشتر با
سلام علیکم تو یو بوث. خیلی مخلصیم داداش. And it's a pleasure to be speaking with both of you. So thank you for giving me the opportunity. که ببینید ما چون این وضعیت پرونده ما مربوط است به فعالیت در کانون، من ابتدا یک شناختی از کانون میدم به دوست عزیزمون که بعد وقتی در رابطه با اتهام‌ها و محکومیت‌ها صحبت کنیم ذهنشون روشن باشه که درباره چی داریم حرف میزنیم. کانون نویسندگان ایران در سال 1968 توسط تعدادی از نویسندگان شناخته شده یا آن دور پایه‌گذاری شد در مقابل سانسوری که رژیم در اون زمان شروع کرده بود. قانونی گذاشت رژیم که باید کتاب‌ها قبل از انتشار بررسی بشه و مجوز بگیره و در این حال تلاش‌های دیگری داشت در مطبوعات و عرصه فرهنگ که اعمال سانسور بکنه. در مقابل این حرکت تعدادی از نویسندگان پیشرو و شناخته شده آمدند و تصمیم گرفتند که بیانیه منتشر بکنند و این بیانیه پایه اولیه‌ای شد برای تشکیل کانون نویسندگان ایران. به رغم اینکه اعضای اون دوره کانون درخواست ثبت داده بودند برای اینکه فعالیتشون قانونی انجام بدن، رژیم شاه با فعالیت این گروه موافقت نکرد و حدود 2 سال بعد هم تعدادی از اونها رو دستگیر کرد و به هر صورت فعالیت کانون رو در اون دوره پس از 2 سال متوقف کرد. در سال 1977 با شروع انقلاب در ایران مجدداً اعضای از کانون شروع کردند به فعالیت و تجدید حیات کانون و این فعالیت تا سال 1981 ادامه داشت و باز هم مجدد از طرف رژیمی که تازه بر سر کار اومده بود فعالیتش ممنوع شد، دفترش به تسخیرشون درآمد و تعدادی رو به زندان بردند و باز بار دیگر فعالیت کانون ممنوع شد. داشتم این رو میگفتم به رجوع فعالیت کانون، این رو هم من توضیح بدم که کانون یک تشکل صنفی و فرهنگی است. در زمینه صنفی در حقوق نویسندگان، در دفاع از حقوق نویسندگان تلاش داره، در جنبه فرهنگی هم در زمینه آزادی بیان و مخالفت با سانسور. به هر صورت در جریان قتل‌های زنجیره‌ای سال 1377 هم 2 تن از اعضای این کانون رو کشتند. این رو بگم که البته 4 تن بودن ولی 2 تن رو رسماً پذیرفتن که وزارت اطلاعات ایران اونها رو به قتل رسونده. در هر صورت اعضای کانون در همه این سالها تحت فشار بودن. در سال 1377 مجدداً انتخاباتی برگزار کردن و هیئت دبیران موقتی رو برگزیدن تا فعالیتش رو مجدد شروع بکنه. از سال 1998 که این هیئت دبیران موقت برگزیده شد دوستان فعالیتشون رو آغاز کردن، اما همچنان حکومت جمهوری اسلامی مجوز فعالیت به اینها نداد و ولی دامنه سانسورش رو هر روز گسترده تر میکرد و این نیاز وجود داشت که به هر حال نویسندگان ایران در مقابل این سانسور شدید اقدامی داشته باشن، فعالیتی داشته باشن. از اون سال این فعالیت به صورت غیر قانونی در جریان بوده، فشارهای زیادی رو به اعضای کانون وارد کردن. در ایران الان و همیشه تقریبا اجازه نداشته که
ساختمانی داشته باشه، فعالیت رسمی قانونی داشته باشه، اجازه ندادن. بارها اعضایش رو خواستن، بارها اعضایش رو تحت فشار قرار دادن. همین الان هم 4-5 تا از اعضایش در زیر حکم زندان و بازداشت و اینها قرار دارن. در همه این سالها بخش بزرگی از نویسندگان سرشناس ایران عضو این کانون بودن و به رغم فشارهایی که از طرف حاکمیت برشون اعمال می شده همچنان این عضویتشون رو ادامه دادن. من احمد شاملو رو مثال می زنم که شاید ایشون بشناسن. در هر صورت الان هم تحت فشار داره فعالیتش انجام میده. صفحه فیسبوک و تلگرام داره، دوره نشریهی در می آورد که دوره جلوش رو گرفتن. برصورت این فعالیت همچنان ادامه داره تا امروز. من سعی کردم خلاصه خیلی فشرده ای از به اصطلاح این وضعیت کانون بگم و امیدوارم که روشن باشه. اگر بکتاش فکر میکنه چیزی جا مونده به هر حال توضیح بده خوشحال میشم. کافی بود فقط این رو اضافه کنم، البته رضا جان در متن صحبتش این وجود داشت، اما پیوسته از نظر حاکمیت جمهوری اسلامی کانون نویسندگان ایران یک نهاد غیرقانونی هست و به خاطر عضویت در کانون نویسندگان ایران پیوسته افراد عضو در کانون مورد محاکمه و زندان قرار میگیرن و تحت فشار خواهند بود. اضافه میکنم در ایران هیچ نشریه‌ای نمیتونه نامی از کانون نویسندگان ایران ببره مگر اینکه بخواد به کانون نویسندگان ایران ناسزا بگه یا اون رو مورد تهمت و توهین قرار بده. حالا اگر اجازه بدین و موافق باشین من میخوام درباره محکومیت خودمون، یعنی من، آقای رضا خندان مهابادی و کیوان باژن و متعاقب اون آرش گنجی و دوستانمون که در کانون محکوم شدن حرف بزنم. Yeah, please. در اردیبهشت ماه سال ببخشید یه لحظه قبل از که وارد دو ماجرا بشم یه نکته رو هم فکر کنم اهمیت داشته باشه بگم، اجازه هست؟ ببینید در اهمیت لزوم و وجود کانون نویسندگان در ایران این رو باید اشاره بکنیم که فشار سانسور و شدت سانسور در ایران بسیار زیاد هست، در حدی که همین دیروز گزارشگران بدون مرز در تحقیق و جدولی که تهیه کردن ایران رو از نظر آزادی رسانه در بین 180 کشور رتبه 173 رو بشنه که سال گذشته 170 بود این رتبه، امسال 3 درجه هم بیشتر شده و شده 173 در بین 180 کشور. فقط در آزادی رسانه ها و دیگر موارد هم در زمینه آزادی بیان به همین صورت هست و کانون در مقابله با اینها هست که میخواد فعالیت بکنه. Could we talk just a tiny little bit more just about the work that both you guys actually do with the Iran Writers Association but also your work more generally? من 5 کتاب شعر به چاپ رسیده و بیش از 10 فیلم مستند و داستانی ساختم، اما متاسفانه از چند سال پیش، یعنی از تقریبا 6 سال پیش در نمایشگاه کتاب‌های من رو جمع‌آوری کردن و هرگز نذاشتن کتاب‌های من در کتاب فروشی ها بعد از اون به فروش برسه و فیلم‌های من اکران بشه. حتی اگر متوجه بشن ماموران امنیتی که برای ما در جایی شعرخوانی تدارک دیدن که من به شعر بخونم یا یکی از فیلمامو اکران کنم، حتما اونجا رو تعطیل میکنن و در حقیقت از اجرای اون برنامه ممانعت میکنن. این موضوع منحصر به من نیست، از جمله خود آقای خندان که در این گفتگو حضور داره شرایطی شکل من داره. خیلی متشکرم.
بله خب من هم حدود تقریبا 40 سال پیش کار نوشتنم رو شروع کردم با فعالیت در زمینه ادبیات کودک. در اون دوره خب سال 1357 که من شروع کردم کار ادبیات کودک رو، خب مجموعه داستان برای کودکان داشتم، نقد و بررسی ادبیات کودک رو داشتم، مجموعه از جونگ و اینها، و بعد البته خب در سال 60 بازداشت شدم و بعد از مدتی آزاد شدم و در سال تقریبا اواخر دهه 60 با علی اشرف درویشیان یه مجموعه رو شروع کردیم به نام فرهنگ افسانه‌های مردم ایران که کار تحقیق پژوهشی است، در 19 جلد منتشر شد. همچنین مجموعه از نقد و بررسی داستان‌های کوتاه در ایران که اونم حدود 7 جلد شد، که داستان‌های کوتاه در حدود تقریبا 80 سال داستان ایران رو نقد و بررسی شده، یک مجموعه داستانی به نام انفرادیه ها و البته مجموعه نقدهای دیگری در این قبیل داشتم. و حالا اصل موضوع تاکید بر گرفتاری هایی است که معمولا با سانسور در همه این سالها بلا استثناء این کتاب ها باید میرفته مجوز میگرفته، جایش رو تغییر میدادن، بعضی وقتا اصلا مجوز نمیدادن و این گرفتاری با سانسور رو ما سالهای زیادی داشتیم، جز دو سه سال 1357 تا 1360 که هر حال جریان انقلاب و اینا بود، بقیه این سالها مدام با سانسور و منع و حذف و اینا درگیر بود. Thank you for that, and I'm sorry to hear those kind of restrictions against you. Can I ask, what is exactly the opposition from the government to an association of writers and to the act of writing? And is it just the government, or is there other groups involved that are in opposition to writers? خب مشخصا دولت هست، دسته ها و گروه های دیگری نیستند. دولت هست که اجازه فعالیت به ما نمیده، دولت هست که از طریق سازمان ها و نهادهایی مثل وزارت اطلاعات جلوی فعالیت ما رو میگیره، احضارمون میکنه، پرونده برامون تشکیل میده، زندان برامون تهیه میبینه. اینا به هر حال اون چی که به طور مستقیم ما میبینیم دولت. البته خب هستن جریان های فرهنگی مثل روزنامه کیهان که معمولا به لحاظ فرهنگی به کانون حمله میکنن یا دروغ دربارش انتشار میدن، یا گروه های نویسندگانی که طرفدار دولت هستن گهگاهی از این کارا باید. ولی اساسا و اصولا این خود نهاد دولت هست که مخالف فعالیت کانون بوده و هست و اجازه کارش نمیده. در این بخش از گفتگوها آقای مارک آیزاکس از بکتاش آپتین و رضا خندان درخواست کرد که به تشریح پرونده های قضایی خود بپردازند. ببینید، در اردیبهشت ماه سال 1394 بود که ماموران امنیتی به منزل من حمله کردند و بیش از 1000 خورده ای از آثار من رو با خودشون بردن. بعد از مدتی همین اتفاق برای آقای رضا خندان مهابادی و پس از اون آقای کیوان باشن اتفاق افتاد. بعد از اون ما رو به دادسرای فرهنگ و رسانه شعبه دو فرهنگ و رسانه ارجاع دادن و اونجا به ما تفهیم اتهام شد. اتهاماتی که به ما منتسب کردن چاپ نشریه غیرقانونی و اقدام در حقیقت تبلیغ علیه نظام بودش. حالا من اینجا متوقف کنم، یک پرانتز باز کنم که برای خود من شخصا دو پرونده دیگه باز کردن و مورد آزار و اذیت فراوان قرار دادن که اونها رو توی این قسمت نمی گنجونم که قاطی هم دیگه نشه. بعد از مدتی دو سال بعد این پرونده از شعبه دو دادسرای فرهنگ و رسانه به دادسرای مقدس در زندان اوین منتقل شد. خب این دفعه به ما جرائم دیگه‌ای منتسب کردن، اتهامات دیگه‌ای منتسب کردن،
از جمله اجتماع و تباهی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، تشویق بانوان کشور به فساد و فحشا و مصادیق بی اهمیت و بی پایه و اساس، که البته این یکی آخری رو خودشون انقدر مضحک بود برداشتن از پرونده ما. بعد از اون ما رو به دادگاه ارجاع دادن و در دادگاه اول ما به 6 سال زندان محاکمه و محکوم شد. ما وقتی به دادگاه رفتیم از قاضی خواستیم که ما از حقوق اولیه خودمون استفاده کنیم و وکیلمون در دادگاه حضور داشته باشه و بتونه پرونده رو مطالعه کنه، چون پرونده رو در اختیارش قرار نداده بودن. اما قاضی ما با پرخاشگری و با شیوه خاصی که همیشه به کار میگیره نپذیرفت، و به خاطر اینکه ما اصرار کردیم و نگذاشتیم که به ما تفهیم اتهام بکنه و ما رو محاکمه کنه، ما رو به زندان اوین منتقل کرد و وثیقه ای که ما گذاشته بودیم از 100 میلیون تومان به 1 میلیارد تومان تبدیل کرد. پس از اون در دادگاه دوم، در دادگاه تجدید نظر، حکم من و آقای خندان همون 6 سال تایید شد. و اما حکم دوست نازنینم آقای کیوان باژن به 3.5 سال زندان تبدیل شد. خب میدونید که با در ابتدای در اواخر سال گذشته، یعنی 2 ماه پیش، با توجه به اینکه کرونا همه جا رو فرا گرفته بود، با این حال ما رو برای تحمل زندان به زندان فراخوندن، اما ما ممانعت کردیم و زندان نرفتیم به خاطر این بیماری کرونا، تا اینکه حالا مشخص نیست که خودشون کی ما رو دستگیر خواهند کرد و به زندان خواهند برد. همه اینها فقط به این دلیله که ما اعضای کانون نویسندگان ایران هستیم و برای آزادی بیان و مبارزه با سانسور اقدام میکنیم. من حرفی ندارم، اگر رضا جان من چیزی رو از قلم انداختم میخواد اشاره بکنه، خواهش میکنم که رضا بگه. خب من دو تا نکته رو بگم. اول این هست که وقتی اشاره میشه که مثلا 5 سال پیش آمدن به خانه و مدارکی رو از مدارک استاد کنشه، نوشته ها و دست نوشته ها و فیلم و فلان اینان از هر کدوم از ما بردند، چه کسانی آمدن؟ اینها ماموران وزارت اطلاعات بودن. این رو برای این که جناب مارک در جریان باشه که چه کسانی از کجا آمدن. نکته دیگر این که ما فرهنگ و رسانه، دادسرای فرهنگ و رسانه نرفتیم. دادسرای فرهنگ و رسانه فقط احضاریه ها رو داده بود به وزارت اطلاعات و ما در همون دادسرای امنیتی، اینا به زندانیان سیاسی میگن امنیتی، به دادسرای امنیتی خواستن و اونجا ما رو تفهیم اتهام کردن. شاید این هم لازم باشه، شاید نه، حتما لازمه که بدونیم چرا این اتهامات رو زدن و مصادیق به استعاره و دلایلشون برای این اتهامات چی هست. من اینا رو یکی یکی میگم. این رو بگم که کانون در همه این سالها هر جا که اتفاقات اجتماع در چارچوب منشورش قرار می گرفته، اونجا بیانیه منتشر کرده. بنابراین برای اتهام تبلیغ علیه نظام، یکی از دلایلشون یا یکی از مصادیقشون به اصطلاح
همین بیانیه‌ای بود که کانون منتشر کرده و انتشار یک کتاب. دو سال پیش در 50 سال تأسیس کانون نویسندگان ایران یک گروه 10 نفره از اعضا تاریخچه کانون رو گردآوری کردن در یک کتاب به قصد اینکه این رو منتشر بکنن و تعداد کمی از این کتاب هم منتشر کردن که این کتاب ها رو ماموران وزارت اطلاعات توقیف کردن. این کتاب هم یکی دیگر از مصادیق و دلایل اتهام تبلیغ علیه نظامه. درباره اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور که خب خیلی اسم گنده و پرطمطراقی هم هست، استنادشون به حضور اعضای کانون بر سر مزار احمد شاملو و بر سر مزار پوینده و مختاری است. این رو بگیم که برای کانون هر سال در سالگرد کشته شدن محمد پوینده و محمد مختاری هر سال اونجا بر سر مزارشون جمع شد، اگرچه نمیذاشتن که گرد همایی تشکیل بشه و حال میرفتن. این حضور بر سر مزار شاملو و بر سر مزار این دو کشته کانون نویسندگان رو اینها مصداق و دلیل اقدام علیه امنیت کشور قلمداد کردن و اون اتهام از این ساختن. و مورد دیگری که باید اضافه بکنم، انتشار یک نشریه داخلی بوده. کانون یک نشریه داخلی داشته برای اعضایش در تیراژ 200 نسخه و این رو مثلا 3-4 سالی بود که منتشر میکرد. انتشار این نشریه داخلی رو هم مصداق و دلیل تبلیغ علیه نظام گرفتن و این نشون میده که اون چه که مصادیق این اتهام ها هست فلواقع اتهامی نیست. یعنی انتشار نشریه، رفتن بر سر مزار نویسندگان و کشته شدگان و همچنین انتشار کتاب داده منتشر هم نشده به اون معنا، به این اسمار خودش رو نمیذارن، بلکه آمدن و یک عناوین اتهامی ساختن مثل تبلیغ علیه نظام و تجمع و تبانی علیه امنیت کشور که بتونن حبسهای سنگین بدن. همین کما این که همین الان برای بکتاش و من هر کدوم 6 سال و برای باژن 3.5 سال زندان بریدن با این عناوین اتهامی که هیچ ربطی به مصادیق به طور واقعی نداره. من توضیح دیگری ندارم در این چارچوب مگر اینکه ایشون سوالی داشته باشه در این مورد مشخص که من در خدمتتون هستم و البته دوست عزیز بکتاش آبی. Okay, I don't know if we have enough time, but would you like to talk a little bit more about the writers who were killed and the kind of dangers that writers face in Iran? Apart from the stuff you've already mentioned. هنوز آقای رضا خندان مهابادی توضیح قتل‌های زنجیره‌ای و قتل اعضای کانون نویسندگان ایران در این جنایت را آغاز نکرده بود که متأسفانه خط ارتباطی قطع شد. با وصل شدن دوباره مکالمات با توجه به کمبود وقت، بکتاش آبتین و رضا خندان مهابادی و همچنین مارک آیزاکس در مورد تقویت روابط متقابل و حمایت نویسندگان در سراسر جهان از همدیگر و به ویژه در این مورد بخصوص از نویسندگان ایران که با احکام ناعادلانه حبس روبرو هستند گفتگو کردند. ببینید به هر صورت اهل قلم جهان باید حواسشون و توجهشون به همدیگه باشه. من شخصا تعجب میکنم که مثلا انجمنهای قلم در جهان خیلی کم هستن که مثلا کانون نویسندگان رو با 50 سال سابقه فعالیت نمیشناسن و فعالیتشو خبر ندارن و نمیدونن. بنابراین اولین چیز این هست که این انجمنها که به انجمنهای اهل قلم در سراسر جهان توجهشون به همدیگه باشه. خب طبیعی است که ما این حکم رو ظالمانه میدونیم. این حکم اصولا هیچ ربطی به فعالیت‌های ما نداره
و انتظار این رو داریم که با تلاش و کوشش و فعالیت و فشار انجمنهای قلم و افکار عمومی این حکم لغو بشه. گرچه ما برای آزادی بیان از هزینه دادن حراسی نداریم، میدونیم که برای آزادی بیان فعالیت کردن در یک جایی هزینه داره، اما نمیخوایم به سادگی این هزینه متقبل بشیم و انتظار داریم که اهل قلم در هر جایی که هستن به این موضوع توجه کنن و اجازه ندن که این سادگی یکی از چند تن از اعضای انجمنهای قلم به زندان برن. Yeah, I couldn't agree more. Yeah, I'm grateful that I had the opportunity to try and assist you. این که به از چه راهی فکر میکنم خودشون تجربه و دانشش رو دارن که از چه طریقی بتونن این کار رو بکنن که هم به دولت ایران و هم به قوه قضاییه این فشار رو بیارن که این حکما رو نه تنها اجرا نکنه بلکه اصلا لغو کنه. این حمایتی از آزادی بیان، حمایت صرف از مصنفر نیست، حمایت از آزادی و حق آزادی بیان هست در این کشور و در همه جای جهان. و دیگر اینکه به هر حال به جزئی هم انتظار داریم که این ارتباط ها بین کار نویسندگان و انجمن قلم در استرالیا و جای دیگری ادامه پیدا بکنه و بیشتر با هم دیگه همکاری بکنیم و بیشتر آشنا بشیم. من چیز دیگری در این زمینه فعلا به ذهنم نیست، اگر بکتاش موردی هست که بشنویم از بکتاش. صحبت های دوستم رضا کاملا کافی بود، اما میخوام فقط این رو اضافه کنم که درک میکنم که هرگز در یک سینی روبازده آزادی رو به هیچ کس تقدیم نمی کنم و برای اون باید هزینه های فراوانی پرداخت. در کشورهایی مثل ما که حاکمیت دیکتاتوری حاکمه، خب خیلی خیلی احقاق طبیعی حقمون که آزادی بیان هست، مبارزه با سانسور هست، مشکل تر به نظر میرسه. در کشوری مثل ایران برای روشنفکران، برای آزادی خواهان و برای کسانی که مبارزه میکنن برای آزادی بیان مرگ بسیار ارزانه. همونطور که دوستم رضا گفت، ما برای اینکه به زندان بریم، برای اینکه مورد محاکمه قرار بگیریم، برای اینکه این رنج ها رو تحمل کنیم، خیلی نگرانی نداریم چون تصمیم خودمون رو گرفتیم. وقتی در کانون نویسندگان ایران قطعهای زنجیره‌ای را انداختن، اتوبوس کانون رو میخواستن به دره بندازن، اگر فرصت داشته باشن تک تک ما رو هم اگر فرصت داشته باشن از سر راه فیزیکی بر میدارن. ما با آگاهی از این مسائل بر تعهدی که برای خودمون تعریف کردیم، وظیفه‌ای که برای خودمون تعریف کردیم و اون وظیفه مبارزه برای آزادی بیانه، مبارزه با سانسور و هر چیز دیگه هست، پایبند خواهیم بود. اما از دوستانمون نویسندگان سراسر جهان، روشنفکران، کسانی که برای آزادی قلم میزنن، توقع داریم که با توجه به شرایطی که کشور اونها دیگه انقدر وضعیت وحشتناکی نداره، از ما حمایت کنن. حمایت از ما، حمایت از یک سری اسم نیست، از یک سری وجوده، از یک سری حضوره و این آدم ها با آدم های دیگه جا به جا میشن و بعد نوبت آدم های دیگه و در جهان سوم همونطور که گفتم مرگ بسیار ارزانه و رنج بسیار در دست رسه. پس ما توقع داریم که دوستانمان از ما حمایت بکنن و از آزادی حمایت بکنن. متشکرم. Thank you guys. I really appreciate being given the opportunity to speak with you and to hear your stories. I don't think I have any more questions because I think you've covered everything that I wanted to speak to you guys about, but I can definitely give you assurances that Sydney Penn would like to engage in communication with the Iran Writers Association and a continued dialogue and we will definitely come in to support and promote a campaign amongst Penn International for your case. So it's been a pleasure to speak with you. خیلی تشکر میکنم و ممنونم که این وقت رو گذاشتین با هم این گفتگوی سازنده رو انجام دادیم.
من هم متشکرم از شما و از جناب مارک برای این گفتگو. امیدواریم که این گفتگوها رو باز هم داشته باشیم و بیشتر با هم آشنا بشیم. ممنون هستم از وقتی که گذاشتید.